با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و بیننده های عزیز و محترم، امیدوارم که وقتتان خوش باشد. امروز در خدمت حاج کاظم یزدانی، یک از چهره های بسیار مطرح در حوزه تاریخ نگاری افغانستان هستیم. آقای یزدانی که بیش از 3 دهه از عمرشان را وقف تحقیق و پژوهش در حوزه فرهنگ، تاریخ و علوم اسلامی کرده است و به عنوان نمونه می توان از حاصل زحمات 3 دهه‌ای را به بیش از 10 کتابی که ایشان به دست نشر سپرده و بیش از 100 مقاله علمی پژوهشی در خصوص فرهنگ، تاریخ و علوم اسلامی در رسانه های مختلف منتشر کرده است اشاره کرد. امروز که بخت و اقبال با ما هست، ما بازیل نیکوبین و همچنین دوست بسیار عزیز ما آقای امیر مقدس‌زاده تصمیم گرفتیم که این فرصت بسیار خوبی که بر ما پیش آمده هم با شما به اشتراک بگذاریم و امروز از این فرصت بسیار ارزشمند استفاده کنیم، سوالای مختلفی را در خصوص فرهنگ، در خصوص حوزه تاریخ، حوزه تاریخی و مسائل اسلامی را از آقای استاد یزدانی بپرسیم. آقای یزدانی بسیار زیاد خوش آمدین و بسیار سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و از اینکه فرصت بسیار ارزشمند در اختیار ما قرار دادین تا ما سوالهایی که واقعا سالها در ذهن ما همینطوری بدون جواب مانده بود از شما بپرسیم. منم به نوبت خودم از شما شخصیت های فرهنگی، جناب آقای باطل نیکوبین عزیز و جناب امیر مقدس‌زاده عزیز کمال تشکر را داریم و بسیار خوشوقت هستیم که امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و همواره سلامتی و موفقیت شما را از پیشگاه الهی خواسته و خواهان هستم. الان در خدمت شما هستم. بله، ما به عنوان نمونه یک کتاب را از شما داریم، کتاب به نام پژوهشی در تاریخ هزاره ها که جدیداً هر 2 جلد اول و دومش در یک کتاب منتشر شده و ما به صورت گذرا یک مرور به این کتاب انداختیم که بسیار از نگاه محتوایی بسیار ارزشمند است. در دوران مختلف تاریخی هزاره ها اشاره شده. ما میخواییم از شما در مورد ریشه نژادی هزاره ها سوال اول مطرح کنیم که هزاره ها از نگاه نژادی به کجاها برمیگردن. سوال بسیار مهم و خوبی بود و بارها دوستان دیگه هم این سوال را مطرح کردم. تحقیقی که ما در این زمینه کردیم این است که هزاره ها یکی از قدیمی ترین و بومی ترین اقوام افغانستان است و این نکته ما باید عرض کنیم که حدود 1800 سال پیش یا 1700 سال پیش پیش از میلاد، بله، در این محدوده تقریبا قومی که بعدها به نام اقوام آریایی هم در تاریخ معروف شد از شمال اروپا حرکت کردند، از تا خود به دشت های اوراسی رساندن و از اونجا هم از 3 محور هم از تنگه قفقاز و جمع از اونها از تنگه بوسفور که الان نزدیک استانبول فعلی قرار گرفته و عده کثیر دیگر هم از دریای آمو عبور کرده وارد فلات خراسان و فلات ایران شدن. ولی پیش از آمدن آریایی ها این سرزمین ها هم از جمعیت های گوناگون انبوه بودن، از اقوام مختلف و تحقیقی که ما به سهم خود در این مورد انجام دادم این است که اقوام پیش از آریا
که در خراسان قدیم ساکن بودن، یعنی در افغانستان فعلی، اینا چه مردمی بودن؟ مورخین افغانی در این مورد زیاد قلم فرسایی نکردن، تحقیق هم نکردن، یا شاید هم لازم ندیدن تحقیق بکنن. شما دلیل این که اینا زحمت تحقیق به خود ندادن شما در چی میبینید؟ چرا تحقیق نکردن در این مورد؟ شاید دلایل گوناگون داشته باشه. یکی از دلایل این بوده که حدود در دهه‌های پیش از این زمانی که ما و شما هستیم، بیشتر مورخین نگاه میکردن که حاکمان وقت چه نوع تاریخ را میخواد و بیشتر به خواسته اونها تاریخ تدوین میکردن و نمیخواستن تاریخ این سرزمین ها را که پیش از آریا سرزمین ها چگونه سرزمینی بوده، چه مردم ساکن بودن، اینها را تعمد داشته به نظر من. البته تعمد داشتن که مسکوت بگذاره. تحریف تاریخ آیستاد، در واقع تاریخ را به صورت وارونه نشان داده، تحریف کرده تاریخ را. البته شاید هم تحریف گفته نشه، یعنی مسکوت گذاشتن، این صلاح ندیدن که بیان بکنه که ساکنین ما قبل آریا در خراسان چه مردمی بوده. ولی ما بخش عظیم از عمر تحقیقاتی من در همین زمینه سپری شد که یک بخش بسیار کوچکش البته در مجلات و نشریات گوناگون منتشر کردیم، نظریات خود بیان کردیم، و بخش عظیم دیگه‌شان به صورت قلمی تا هنوز پیش من باقی هست. و خلاصه آنچه را که ما در این زمینه در تحقیقاتم رسیدیم این است که پیش از آریا تمام سرزمین ایران کنونی و خراسان و شمال هند از جمعیت ها انبوه بودند، دارای شهرک ها، دهکده ها و نسبتاً مردم پیشرفته هم بودند. ولی این مردم کی هستن از نگاه نژادی، این مسئله خیلی مهم هست، این نکته خیلی مهمه که این ساکنین ما قبل آریا در خراسان در افغانستان چه مردمی بودن، از چه نژادی. اما نظریات در مورد تحقیقات ما به اینجا منتهی شد که از نژاد زرد بودن. بله بفرمایید. اما نظری در این مورد وجود داره که آیا اهالی این حوزه یا قلمرو جغرافیایی که شما میگین مردمش یک دست بوده، یعنی از یک نژاد بوده، یا نه متشکل از اقوام مختلف بوده؟ احتمال داره که از نژادهای مختلف بودن، ولی اون چه مسلم است بخش عظیم از ساکنین مردم خراسان قدیم از ترک نژاد یا مغول نژاد یا ترکیب از ترک و مغول بودن، با همه قیافه امروز هزاره ها و ترک ها و با زبانی که اون زبانش هم قرابت بسیار زیاده به زبان ترکی و مغولی کنونی داشته. و در این موارد ما اسناد و مدارک زیاد جمع آوری کردیم که شاید در وقتش اگر خداوند توفیق بدهد منتشر خواهیم کرد انشاءالله. آیا استاد بخشید، قبل از این دورانی که شما فرمودین نژاد آریایی ها سرازیر شده در سرزمین خراسان بزرگ و قبل از این سرزمینی به نام هند بوده، هند باستان خدمتش بیشتر شاید پیشتر و اقوام مختلف در اونجا بوده، شاید اقوام از هند، همونطور که خود انگلیس از هند آمده در جزیره جا گرفته و الان این نژاد انگلیس از نژاد هند است، شاید از اونجا یک نژادای بوده و یک سرزمین ها متعلق به اون نژاد بوده.
البته در هند هم ما نژادهای بومی ما قبل آریا داریم که اونها امروز شناخته شده هستند به نامهای خدمتتون عرض کنیم که مالایالم و نامهای مشهوری هستند، سه چهار تا نام مهمی با که زبانش هم مشخص هست. اینها بیشتر در جنوب هند رانده شدن، ولی در قسمت‌های شمال هند که بخش‌های باستانیشان امروز به نام موهنجودارو و هاراپایات میشن، شهرهای بزرگ هم بوده دارای تمدن پیشرفته‌ای هم بودن، ساکنین اینمین شهرها طبق کشفیات باستانشناسی ترکیبی از اون اقوامی که الان در به نام دراویدی او زمان یاد میشود در جنوب هند هست، ترکیب از دراویدی و ترکیب از نژاد زرد بوده. مثلا از جمله ویلدران در نظر به مشرق زمین یا تاریخ تمدن جلد اول به صراحت می نویسه که بر اساس کشف اسکلت هایی که از موهنجودارو به دست آمده ثابت شده که یک از ساکنین اینها لااقل نژاد مغولی بوده، که البته این نام مغولی نام ممکنه تازه باشه، ولی نژاد مغول بسیار نژاد قدیمی هست. یعنی اسکلت هایی که از موهنجودارو به دست آمده ثابت کرده که صاحبان این اسکلت ها بعضن لااقل و اگر نه تمام بعضن یقین به طور قطع و یقین مرتبط به نژاد مغولی بوده. تشکر. بحث شروع با تاریخ هزاره ها شد و ای که شما نقل گفتین که مغولی و یک عنوان برای هزاره هاست که هزارها رو میگه ترکی مغولی. بله. و خوب است که این یکم مشخص شد و روشن شد. آیا استاد توضیح بده که این چی عنوانیه، چی نامیه که برای هزاره ها گرفته میشه و این که ترک است اینا یا مغول است یا ترک و مغول با هم چی رقمی است؟ و چرا از این سوال خیلی زیبا و جالب کردین. از نگاه تاریخی گاهی شده که خدمتتون عرض کنیم نام این قوم به قوم دیگر اطلاق بشه. از دید من فرق زیاد بین ترک و مغول نیست و اینها قوم در واقع قوم واحدی بودند که بعدها به خاطر محل سکونتشان رفته رفته یک تفاوت‌های جزئی به زبانش به وجود آمد. امروز زبان مغولی زبان واحد و جدایی هست و زبان ترکی هم زبان واحد و جدایی. باز خود این زبان ها هم در درون خود به شاخه های متعدد تقسیم میشه. اول تبدیل به لهجه میشه بعد کم کم زبان میشه. بله بله درست است فرموده شما، هم کاملا در این قسمت درست است. و من خود ما تفاوت بین ترک و مغول زیاد نمیبینیم، با این تفاوت که البته بعدها با ظهور چنگیز و اولادشان کلمه مغول بیشتر به سر زبان ها افتاد. امروز ممکنه بعضی از قبایل ترک از استعمال کلمه مغول بالای خودشان مقدار کراهت داشته باشند، ولی گاهی این دوتا نام چیز بروی همدیگر استعمال شده. گاهی منظور از ترک همون مغول بوده و گاهی منظور از مغول مثلا ترک بوده. اینها با هم اختلاط هم پیدا کردن و در واقع قوم واحد هم گفته میشه، نهایتا میشه گفت اینها دو تا پسر عمو بودن. پس وقتی که شما موافقین که هزاره ها یک بخشی یا از نگاه نژادی به مغول ها پیوند پیدا میکنه، بله، یا به ترک ها، خب پس میگین که ترک و مغول هم تفاوتی نداره، فقط دو نام است. بله. اما از نگاه نژادی اینا یکی هم. پس وقتی که هزاره ها مربوط به ترک یا مربوط به مغول میشه، پس چرا اینا هزاره شدن؟ چرا اسم هزاره از کجا به وجود آمد؟ کی به وجود آمد؟ در مورد اسم هزاره هم نظرات مختلف ابراز شده.
بعض از مورخین ایرانی مخصوصاً کتاب هایی که اخیراً از اونها چاپ شدن رو ما دیدیم بچه تسمیه هزاره را ارتباط میدن به قوم خزری که در اطراف دره خزر بودن، اونها هم ترک بودن. به یه احتمال هست از دید اونها، البته که هزاره های امروز افغانستان احتمالاً از اطراف دریای خزر در افغانستان کوچ کردن و منتقل شدن. مخصوصا در بین اقوام افغانستان هم ما مثلا در بین یک از اقوام هزاره قره‌باغ یک قوم به نام خزری هم داریم. بعضی ها میگن کلمه هزاره اون تحریف محرف از کلمه خزری هست که از اطراف دریای خزر مثلا شاید انتقال یافته. شاید درست هم باشه، ببخشید آقای استاد، به خاطر که در زبان ترکی فعلی بله ما مخرج خ نداریم. بله درست میفرمایید، کاملا درست. و اینا هر تمام چیزایی که به خ تلفظ خ نوشته میشه اونا رو به ه تلفظ میکنن. بله. مثلا خلیل میگن حلیل، مثلا بله. سخیر میگن صحی. شاید هم درست. بعد در مورد کوچ شما گفتین از قسمت های حوزه دریای خزر اینا کوچ کردن، و این کوچیدن یا نقل مکانم برمیگرده به ما قبل زمان آریا دیگه. بله ما عرض کردیم که از دید من هزاره ها یک از ساکنین ما قبل آریاست، یعنی پیش از آن که آریایی ها در افغانستان بیاد ساکن بشه، هزاره ها اجداد هزاره ها اونجا ساکن بوده. خب اگر ما این فرضیه را بپذیریم که هزاره های امروزی به دلیلی که از اطراف دریای خزر کوچیدن و در افغانستان کنونی ساکن شده، پس این کوچیدنش هم باید قبل از آریا باشه. چون آریایی ها که آمدن وارد افغانستان شدن با مردمی روبرو شدن، خود اونها توصیف کردن در چیز که اینا چنه مردمی بوده، مردمی بوده نسبت به آریایی ها قدشنده که کوتاه‌تر، گریه کرده و کمربند چرمین به کمرش بسته می کردن، با صورت های گرد، بینی پخچ و چهرهشان نسبت به آریایی هایی که تازه آمده بودن کمی تیره تر بوده و تیره رنگ معرفی شده و این دقیقا با چهره امروز هزاره ها میخوره. و آریایی های اون روز هم به خاطر داشته باشیم که اونها چون از شمال اروپا هجرت کرده بودن در حدود 1700 سال پیش یا 1800 سال پیش که وارد افغانستان و خراسان شدن چهره روشنتری داشتن. بعدن به دو دلیل چهره اونها هم کمی به گندم گون شدن مایل شدن، یکی به دلیل گرمای مناطق خراسان و ایران گرمایشان شدید تر بود و گرما به رنگ چهره تأثیر داره و رنگ را به تیرگی میگرایانه، و دومی دیگر هم به خاطر خود به خود چیز زاد و ولد هم با مردم بومی کردن، این هم به تغییر چهرهشان کم و بیش تأثیر داشته. آیا استاد این اگر ما قبول کنیم که خزر بله هزارها از هزاره، کلمه هزاره از خزاره و یا خزر گرفته شده که یک احتمال است بله. نظر ما و این کلمه ترکی نیست، از چون آی باسیل گفت که ترکی خیر تلفظ نمیتونه بله هزارم هه بجای خی و ای از اولم خی تلفظ نمیکرد، کلمه ترکی نیست بله. یک احتمال است که مثلا هزاره کلمه هزاره از خزاره گرفته شده بله از خزر از خزر بله. خب البته بعضی قبایل ترک خیلی تلفظ نمیتونن، اما دی زیادش هم میتونن تلفظ کنه. کلمه خزر اصالت ترکی داره، جای شکی نیست. خب در لهجه های گوناگون ممکن است به صورت هزر
ه تلفظ شود یا به صورت خ تلفظ شود چندان مهم نیست و خودی چیدم یک نظریه بود. ما نمیگیم که مسئله قطعی است، یعنی هزارها یقیناً از همون اقوام اطراف دریای خزر است. اینه ما به عنوان یک از نظرهام اینمی هست که هزارها از اطراف دریای خزر کوچیده به مرکز افغانستان آمده. نظریه دیگه وجود داره که هزار از چی گرفته شده باشد؟ نظریه های بسیار متفاوتی وجود داره، نظریه های گوناگون که بعضی ها میگن هزاره ها آریایی هستند، بعضی ها میگن مثلا غلام محمد قبار ترکیبی از آریایی و مغول میدانه، یا عبدالحی حبیبی کلمه هزاره را تحریف یافته از کلمه هزاله میدانه و او هزاله را هم با زبان پشتو نزدیک دانسته، خجله مثلا که یعنی خوش دل، ساده دل، خوش باور معنا کرده. باز نظریات دیگری هم در این مورد هست که روی این دلیل مثلا یک از چیزی که بسیار بسیار مشهوره به سر زبان ها افتاده فقط شهرت داره و میگه هزاره اونم کلمه هزاری هست از عدد که مربوط به عدد هزار میشه و مغولای چنگیزی لشکریان خود را به دسته های هزار نفری تقسیم میکردن، مثلا یک دسته یا چند دسته شونه در همه افغانستان و در مرکز افغانستان اسکان دادن و چون اونها به این دسته ها میگفتن هزاره، پس نام هزاره یادگار هزمون بقایای سپاهیان چنگیز است. ولی به این نظریه چندین اشکال وارد است. اشکال اول این است که خب اگر این نام را مغول‌ها گذاشتن، مغول‌ها که به زبان فارسی تکلم نمی‌کردند، اونها به زبان مغولی خود تکلم می‌کردند، هر دسته هزار نفری را به زبان مغولی خودش مینگ می‌گفتند. خب چرا هزاره ها به نام قبایل مینگ مثلا شهرت پیدا نکردن که هزاره نامیده شد؟ یک مسئله. و سؤال عمده دیگه این است که از زمان مغولای چنگیزی تا هنوز حدود 800 سال میگذره، آیا چطور ممکنه مگر امکان داره یک دسته هزار نفری، یا اینم خیلی بالاتر میگیریم میگیم نه هزار نفری هم نه ده هزار نفری، یک دسته ده هزار نفری در طول 800 سال به حدود تقریبا 8 میلیون انسان تبدیل شه؟ خود مغولستان او روزگار که شاید مثلا 2 میلیون جمعیت او زمان داشته، حالا نهایت 2 میلیونش به تبدیل شده به 3 میلیون، یعنی 1 میلیون بهش افزوده شده. چطور میشه که این یک دسته هزار نفری یا ده هزار نفری در طول 800 سال به 8 میلیون نفر بالغ شد؟ این هیچ وقت امکان پذیر نیست. ما چیز یک نکته دیگه رو هم عرض کنیم، علاوه بر این ما مثلا در تاریخ داریم که عرب ها حدود 54 هزار خانه از کوفه و بصره آمدن در بلخ ساکن شده. امروز عرب های افغانستان تعدادش چی میشه؟ خیلی که زیاد شد، از حدود 200 هزار عرب بیشتر شد در افغانستان نباشه. چطور میشه که 54 هزار نفر بعد از حدود 1400 سال به 200 هزار نفر مثلا بالغ شد، ولی یک دسته هزار نفری یا 10 هزار نفری در طول 800 سال بالغ بر 8 میلیون انسان شده؟ ولی بفرمایید در مورد همین نظریه هزار نفری از لشکریان چنگیز که اکثری از هزاره ها هم متاسفانه به همین عقیده هستند، مثلا ما به عنوان نمونه به هزاره های پاکستان میتونیم اشاره کنیم که در کویته اکثری از اهل اونجا فکر میکنن که خود رو بیشتر چنگیزی میدانن. بله. و شما در کویته بسیار تخلص های چنگیزی و بسیار
نام چنگیز در اونجا مشهور و بسیار محبوب است و اکثر از دوستانی که از اونجا هستن هم بجایزی خود از افغانستان بدانن بله. مستقیما میگن ما یک اقلیت از منگولیا هستیم بله. یا هزارها بقایای چنگیز است بله. پس نظر شما در مورد همچین شرح حال در مورد بسیار یک سوال خیلی زیبا و جالب کردین. ما این نکته را نفی نمی کنیم که از نژاد مغول دوره چنگیز خان هیچ قومی نیامده با هزارها اختلاط پیدا نکردنه یه همچه اختلاط پیدا کرده نه تنها با هزارها بلکه مغولای دوره چنگیز خان در با ملت‌ها ملیت‌های گوناگون آمیزش پیدا کردن و امروز حتی در اروپا هم میگه طبق بررسی‌هایی که کردن نمیدونم 10% اروپایی‌ها ژن مغولی دارن. این ژن مغولی یا در دوره مغولای چنگیزی به اینا انتقال یافته، یک بخش دیگه‌ش هم در دوره اونها به اینها انتقال یافته، یا در خود ایران، ایرانی که این همه دم از آریا و آریایزم میزنه و خود یک نژاد پاک میدونه، بیشتر یک نژاد پاک نیست. قطعاً خود ایرانی ها شاید بیشتر از هزارها ژن مغولی داشته باشه. و یک تحقیقات اخیراً هم منتشر شده که ایرانی ها حدود 5% ژن آریایی داره و قیشان کلش از مردمان بومی قدیم بوده و با طور گل اقوام گوناگون اختلاط پیدا کرده. خب بنابراین اقوام و قبائل از ترکا چیز مغولان دوره چنگیز خان یا بعد از چنگیز خان با هزاره هم آموزش پیدا کرده قطعاً، چرا که از نگاه تاریخی ما میبینیم تعداد از مغولای دوره چنگیز خان یا بعد از اونها در مناطق سیستان و هلمند و تا شرق هرات و بادغیس هم اسکان پیدا کرد و بسیار احتمال زیاد هست که منو بعدها کم کم به طرف مرکز افغانستان عقب نشینی کرده باشه، با هزارها آمیزش و اختلاط پیدا کرده باشه.